جهانه قدس روز همبستگی مسلمانان آخرین جمعه ماه مبارک رمضان روز قدس است گفته می شود که پس از بمباران جنوب لبنان توسینی نیروهای رژیم سیونیستی در سال 1358 امام خمینی رهبر مدبر انقلاب جمهوری اسلامی ایران از مسلمانان جهان خواست تا با انتخاب آخرین جمعه ماه مبارک رمضان به نام روز قدس همبستگی و با همه خود را در حمایت از حقوق و آزادی مردم مسلمان فلسطین به نمایش بگذارند و به همین گونه خشم و انزجار خود را در برابر رژیم سیونیستی اسرائیل همه در این روز جمعی بزرگ از روزداران پیش از اقامه و بعد از اقامه نماز جمعه در حمایت از مردم مظلوم فلسطین راهپیمایی می‌کنند. میکنند گفتن است که این راه علاوه بر جمهوری اسلامی ایران که مبتکر و بانی این روزی مهم است در بسیاری از کشورهای اسلامی نظیر ترکیه، اندونزی، بحرین، لبنان، پاکستان و افغانستان و حتی برخی از کشورهای غیر اسلامی با حضور گروهی از مسلمانان و حتی گاهی هم غیر از مسلمانان برگزار می امام خمینی رهبر معظم انقلاب جمهوری اسلامی ایران در مورد جهانی بودن این روز گفته است روز قدس جهانی است و روزی نیست که فقط اختصاص به قدس داشته باشد روز قدس روزی اسلام است و روزی حکومت اسلامی است سلام و اختبار خیلی بینده برنامه آخر خط از نور هستید در این برنامه آقای ناصر جهانشاهی رایزن فرهنگی سفارت جمهوری اسلامی ایران در کابل با ما هستند خیلی خوش آمدین آقای جهانشایی تشکر میکنم سلام عرض میکنم خدمت شما و از طریق رسانه محترم شما به ملت بزرگ و سربلند افغانستان آرزو میکنم که خداوند تا عباداتشون رو در این ماه مبارک رمضان مورد قبول خودش واقع کند و فرصتی باشد تا ما با تمسک به روزه بتوانیم در ساختن خود گامهایی رو برداریم با ساختن انسانی خود جامعه صالح و سالم رو در پیش رو داشته باشیم ان شاء الله برای بله بسیار خوب بفرمایید از همین آغاز کنیم که روز قدس یعنی چی و چی نیاز نیاز است که واقعا مسلمان ها این روز را تجلیل تشکر می کنم از شما همینطوری که در مقدمه اشاره فرمودید روز قدس روزی است که به تعبیر حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه روز احیای اسلام هست میدانید که بیش از شست سال هست که رژیمی خودفروخته و رژیمی صفاک بر مقدرات قبله اول مسلمین حاکم شده است و توانسته است که بخشی اعظمی از مردم مظلوم فلسطین را آواره کند بخشی از آنها را به شهادت برساند خانه های آنها را تصرف کند و حاکمیت نامشروع خودش رو بر این سرزمین تحمیل کنند از این منظر حضرت امام به عنوان یکی از مدافعان ملتهای مسلمان حتی قبل از این که انقلاب اسلامی به پیروزی برسد در زمانی که مبارزات خود را شکل میداد تمام تلاش خودش را معطوف به این کرد که ملتهای مسلمان و امت اسلامی از حقوق مردم مظلوم فلسطین دفاع کنند از این جهت هست که در اولین سخنرانیشون در سال 1341 امام تأکید می کند که اسرائیل دشمن اصلی ملت های مسلمان هست و باید ملت های مسلمان از آرمان فلسطین دفاع کنند خب وقتی هم که انقلاب اسلامی در سال 1357 به پیروزی می رسد امام با تفکر حمایت از ملت فلسطین جمعه آخر ماه مبارک رمضان را به عنوان روز جهانی قدس اعلام می کند تا ملت ایران و همه ملت های مسلمان در جمعه آخر ماه مبارک رمضان به خیابان ها بریزند و از آرمان ملت فلسطین دفاع کنند از این جهت این جمعه به عنوان روز جهانی قدس برای حمایت ملت های مسلمان از آرمان ملت فلسطین تعریف شده و به حمد الله در طول سنوات گذشته ملت های مسلمان همان گونه که شما در مقدمه اشاره کردید این پیام امام رو لبیک گفتند و به خیابان ها می و از آرمان ملت فلسطین حمایت می کنند و دفاع می کنند و محکوم می کنند ددمنشی های صفاک رژیم جنایتکار و کودک کش اسرائیل رو بله و این که با نامگذاری این روز واقعا ما چی چیزی تونستیم به دست بیاریم و چقدر قدر تونستیم با اون حرف یا مقوله ای که ما از فلسطین حمایت میکنیم از آرمان مردم فلسطین حمایت میکنیم با نامگذاری جمعه آخر ماه مبارک رمضان به نام روز قدس بتونیم به این مقوله نزدیک شویم و دستی کم نتیجهی به دست آورده باشیم دقیقا خوب است به این نکته توجه بکنید قبل از اعلام روز جهانی قدس تفکر حمایت از آرمان فلسطین در امت اسلامی جایگاهی نداشت شما اگر به تاریخ نگاه بکنید درگیری هایی که با دولت اسرائیل اتفاق افتاد این درگیری ها منجر به شکست دولت های اسلامی شد و این شکست ها سبب شد که عملا آرمان ملت فلسطین به نوعی از آرمان عمومی امت اسلامی خارج شود و محدود شود در بخشی از کشورها اما وقتی که امام خمینی آمد و روز جمعه آخر رمضان را به عنوان روز قدس و روز جهانی قدس اعلام کرد عملا آرمان فلسطین به عنوان اولویت اول جهان اسلام در جهان اسلام مطرح شد امروز شما شاهدید که فرزندان کوچک جامعه اسلامی هم آرمان فلسطین در ذهن او جای دارد جای قدس به عنوان قبله اول مسلمین برای او مهم هست و احساس می کند که در قبال او مسئول هست از این منظر هست که امام با ظرافت و با نکته سنجی دقیق اعلام روز جهانی قدس رو سبب شد که آرمان فلسطین در سبد آرمان های اصلی ملت های مسلمان جای بگیرد و با حضور مستمر و سالیانه همیشه زنده بماند و این زندگی این فرصت رو به ملت فلسطین بدهد که احساس کنند که در جهان اسلام تنها نیستند و جهان اسلام حامی ملت و آرمان فلسطین هست و همین سبب شد که ملت فلسطین و مبارزین فلسطین با درس گرفتن از این حمایت امت اسلامی در مبارزات میدانی هم موفق شود میبینید که جنگ های مختلفی رو در حداقل سی سال گذشته رژیم اسل... اسرائیل بر مبارزین فلسطین تحمیل کرد اما با همت مجاهدین و حمایت امت اسلامی توانستن که تحمیل کنند به رژیم اسرائیل شکست را و این شکست ناشی از همین حمایت امت اسلامی بود که در روز قدس توسط ملت های مسلمان از آرمان فلسطین صورت گرفت بله و در, در کل نتیجه همین بخش حرف های میشه که خوب پیش از این که جمعه آخر ماه مبارک رمضان به نام روز قدس یا روز ما به نام روز قدس داشته باشیم فلسطین به با گناهی که امروز در معراق توجه مسلمانان و جهان اسلام از قرار نداشت و نفس نامگذاری این روز تانست که دست کم فلسطین را در محراق توجه مسلمان قرار کاملا درسته ما با نامگذاری روز جهانی قدس اساسا آرمان فلسطین در محور اساسی مطالبات امت اسلامی قرار گرفت و همین سبب شد که وقتی در مطالبات امت اسلامی قرار گرفت مجاهدین و مبارزان فلسطینی هم قوت قلب پیدا کنند و در مقابل رژیم اسلامی رژیم اسرائیل قد علم کنند و بتوانند موفقیت ها و پیروزی تمام ایاری رو به دست بیارند چون توجه کنید رژیم اسرائیل طراحی شده بود برای اینکه حاکمیت خودش رو بر جهان اسلام تحمیل کند به این معنا که شما اگر که به نماد او که همون پرچم اسرائیل هم هست توجه کنید او در پ... اون پرچم خودش نماد توسعه طلبی خودش رو بیان میکنه یعنی حاکمیت رژیم اسرائیل حاکمیت صهیونیسم از نیل تا فرات اونها تصمیم داشتند که فقط اکتفا به فلسطین نکنند بلکه سرزمین های ما بین نیل و فرات رو هم حاکمیتش رو به دست بیاورند اما با نامگذاری روز جهانی قدس و حضور ملت های مسلمان در این روز نه تنها نتوانستند به سمت نیل تا فرات حرکت کنند که حتی الان موجودیتشون در سرزمین فلسطین هم مورد سوال واقع شده و ملت مسلمان فلسطین در صدد کسب زمین و سرزمین خودش هست با. از این جهت هست که نامگذاری روز جهانی قدس توانست فلسطین رو احیا کند آرمان ملت فلسطین را احیا کند و قوت بدهد به مجاهدین تا در این مسیر مبارزه کنند و شکست های سنگینی رو بر رژیم اسرائیل تحمیل کنند بله آخه جان حالا گذشته از موضوع یا بحث سیاسی مسئله قدس قدس یک اهمیت دینی و مذهبی برای مسلمان هم داره از اهمیت جایگاهی خیلی بالایی در دین نگرش مذهبی مسلمان ها برخورد است حالا برخی این انتقاد میکنند میگن که بیشتر کسانی که این روز تجلیل میکنند مسلمان ها بیشتر با نگاهی سیاسی به این قضیه نگاه میکنند تا اینکه اون نگاه دینیش بیشتر برجسته و مطرح باشه برای از اینها در حالی که خوب حالا مسئله قدس و تجلیل از روز جهان قدس منوط مربوط تنها به جمهوری اسلامی ایران یا یک کشور اسلامی نیست و بر کل دنیا اسلام و حتی فراتر از این مسئله هم میرن. به دقیق اشاره کردید نگاه کنید ما معتقدیم که قدس و سرزمین فلسطین قبله اول مسلمین هست و در طول تاریخ هم این منتسب به اسلام و مسلمین بوده است البته همه جریان های دینی در اونجا زندگی برادرانه داشتن و در کنار همدیگر زندگی می کردن. هیچ منافاتی هم با همدیگر نداشته است فلزا از همین منظر هست که روز جهانی قدس تأکید می کند که قدس روز اسلام هست حضرت امام در بیانشون میفرمایند روز قدس روز اسلام هست روز احیای اسلام هست البته به این نک نکته توجه کنید که سیاست ما عین دیانت ماست و دیانت ما هم عین سیاست ماست وقتی امام میفرماید روز قدس روز احیای اسلام هست یعنی همون تفکر دینی اسلام مبنا، مبنای ما هست که خب قطعاً جزوی از مبانی سیاسی ما هم محسوب می شود و مبانی سیاسی ما هم جزوی از مباحث دینی ما محسوب می شود از این جهت هست که روز قدس به تعبیر حضرت امام روز احیای اسلام هست روزی است که ملت مسلمان در قالب حمایت از قدس می توانند ارزش های اسلامی خودشون رو زنده کنند می توانند ارزش های دینی خود رو احیا کنند می توانند دوستی برادری و محبت و وحدت خود رو به نمایش بگذارند می توانند همه دست در دست هم دیگر از یک ملت مظلوم و مورد ستم حمایت کنند نکته بعدی این هست که قدس نمادی از مظلومیت بشریت هست یعنی نه تنها جامعه اسلامی شما هم در مقدمه اشاره فرمودید الان گروههایی هستند از سایر ممالک اسلامی که برا برای دفاع از آرمان ملت فلسطین که مورد ظلم و ستم واقع شدن به خیابانها ها می ریزن و در کنار آنها الان کشتیهای صلح را میندازند و حمایت های مالی از ملت فلسطین انجام می دهند چرا؟ چون رژیم اسرائیل نمادی از یک رژیم های صفاک و آدم کش و کودک کش است که حتی وجدان عمومی بشریت رو هم به درد آورده است امروز شما می بینید که سازمان هایی که معمولا در خدمت استعمار جهانی هستند از میزان شدت ظلم و ستمی که رژیم اسرائیل بر ملت مظلوم فلسطین روا می دارد میان خودشون اعتراف می که در همین عملیات های اخیری که در جنگ 55 روزه در غزه انجام شد این رژیم جنایت جنگی نسبت به ملت فلسطین مرتکب شده است از این منظر هست که فلسطین و آرمان ملت فلسطین یک آرمان بشری است که وجدان عمومی بشر رو هم به درد آورده است در کنار اون یک آرمان اسلامی است چرا چون با احیای ارزش های اسلامی می تواند نماد قدرت امت های اسلامی رو به نمایش بگذارد و از طرفی هم یک نماد سیاسی است که می تواند پیوندهنده ملت های مسلمان در مقابل یک دشمن صفاکی باشد که این دشمن در صدد نابودی ارزش های دین مبین اسلام هست بله در مورد فلسفه نامگذاری روز خوب و حرف خوبی داشتن و اشارات خوبی کردن با استناد به حرف امام خمینی رحمت الله علیه. اما در مورد اینکه اهمیت تجلیل از این روز هست و چرا ما باید این روز تجلیل کنیم و مسلمان ها که میان در این روز اشتراک میکنن و گرد هم میان در واقع چی چیزی را میخواین به کسانی که با نگاه اشغالی به قدس فلسطین میبینن بیان کنن یا بگوین نکته اساسی این هست که روز جهانی قدس میخواهد اثبات کند که امت اسلامی واحد است چرا که همه ملت های مسلمان در هر گوشه از جهان می در خیابان و از یک آرمان دفاع می کنند مفهومش این است که روز جهانی قدس می تواند وحدت بخش برای امت اسلامی باشد این نکته پایه‌ای و اساسی است نکته دوم این است که امت اسلامی با حضور خودش در روز جهانی قدس اثبات می کند که دشمن اصلی امت اسلامی رژیم اسرائیل است و رژیمی است که تمام تلاش خود را معطوف می کند برای ضربه زدن به اسلام یعنی روز جهانی قدس نمادی از دشمن شناسی امت اسلامی است که اثبات می کند که امت اسلامی اولویت اول فلسطین است و دشمنی که در رأس دشمنان ملتهای مسلمان قرار دارد اسرائیل هست از این جهت هست که این روز می تواند این این به نوعی امید رو به امت اسلامی بدهد که ما همه می توانیم در کنار همدیگر از یک آرمان دفاع کنیم و در مقابل یک دشمن صفاک ایستادگی کنیم از این جهت روز جهانی قدس به عنوان یک روز جهانی که می تواند نجات بخش برای امت اسلامی باشد جایگاه ویژه و تعیین کننده ای دارد <applause> بله آقای جانشای خود در کل با توجه به اینکه برخی کشورهای اسلامی امروز با مشکلات عدیده روبرو هستن و دست پنجن رو میکنن اما اون که شما اشاره کردین از خیلی دور و متمادی مهمترین دغدغه مسلمان ها همین مسئله قدس و فلسطین و مظلومیت مردم فلسطین بوده و اینکه این گپ ای را هم گفتین که مهمترین پیام روز قدس یک پارچگی و همبستگی و وحدت مسلمین بر محور یک مسئله است که دفاع از آرمان فلسطین است فکر میکنید واقعا چقدر این روز و نامگذاری این روز تانیسه این مساله را به و معنا و تک مسلمانان در این روز واقعا یک پارچه و متحد میشن و از آرمان مردم فلسطین دفاع میکنن به نکته بسیار اساسی اشاره فرمودید وقتی که امام این روز رو به عنوان روز جهانی قدس پیشنهاد داد به امت اسلامی و امت اسلامی هم لبیک گفت دشمنان امت اسلامی به این قدرت بسیج عمومی فلسطین پی بردند که فلسطین می تواند به عنوان آرمان واحد ملت های مسلمان موجب وحدت و همگرایی شود و در مقابل دشمن واحد ایستادگی کنند به همین جهت هست که سا دشمنان امت اسلامی هم در صدد شدند تا بتوانند این قدرت بلا منازع امت اسلامی رو تبدیل کنند به حاشیه های متعدد و مختلف از این جهت هست که شما امروز در جامعه اسلامی و در امت اسلامی می توانید این رو درک کنید که اختلافاتی که دامن زده می شود بله. گروه هایی که با عملکردهای افراطی در جهان اسلام تولید می شوند و در مسیر پراکندگی امت اسلامی حرکت می کنند دست پرورده و تولید کننده اونها رژیم اسرائیل و حامیان اونهاست چرا به این دلیل که بتوانند این یک پارچگی و وحدت امت اسلامی رو از بین ببرند تا امت اسلامی آرمان فلسطین رو فراموش کند و وقتی که آرمان فلسطین رو فراموش کرد دشمنی به نام اسرائیل در یک حاشیه امنی به سر ببرد از این جهت هست که شما عمل کردی که در این سنوات گذشته در روز جهانی قدس هویدا شد مبین این هست که دشمن را این حضور مردم سبب شده بود تا دشمن به عظمت امت اسلامی پی ببرد و دست به تصمیماتی بزند و دست به اقداماتی بزند تا اختلافات رو در بین امت اسلامی تشدید کند تا این یک پارچگی از امت اسلامی اخذ شود از همین جهت هست که امروز میبینید شما حضور تمام ایار مردم در روز جهانی قدس میتواند خونسا کننده ی همون توتعی باشد که رژیم های ستمگر در حال طراحی او هستند بدین جهت هست که روز قدس توانست انسجام و اتحاد مردم رو به نمایش بگذارد آرمان فلسطین رو در دستور کار امت اسلامی قرار بدهد و این امسال و سالهای آینده به عنوان ویژگی های خاص باید ما در این مسیر حرکت بکنیم تا بتوانیم مجددن اون قدرت انسجام و وحدت خود رو به جهان به نمایش بگذاریم ان شاء الله ادامه این برنامه پس از وقفه کوتاه با سلام مجدد و ادامه برنامه خوش آمدید آقای جانشایی در ادامه های پیشین شما و حالا با همین شیوه و روی کرد و سیاستی که مسلمان ها و کشورهای اسلامی در برابر قضیه فلسطین دارن و همچنان نوی نگاهی که با این رخداد داد دارن فکر میکنین با همین منوال ما ادامه بتیم و کشورهای اسلامی و مسلمان ها ادامه بتن چقدر واقعا ما با اون مسئله آرمان خواهی و تحقق آرمان مردم مظلوم فلسطین نزدیک میشن یا دستی کم شیوه دیگری را باید انتخاب کنیم اگر از این راه ایمان چی که میخواییم دست پیدا کنیم نگاه کنید ما اگر به جغرافیای اسرائیل نگاه کنیم، اسرائیل محصور در بین کشورهای اسلامی است و به حمد تمام جوامع اسلامی توان و قدرت بسیار ارزشمندی در اختیارشون هست اما به دلیل پراکندگی و تفرقی که بین دولتها و بخشی از مردم ایجاد شده این توان بالقوه امت اسلامی نتوانسته از خود رو در صحنه تاثیرگذاری در سیاست های جهانی به نمایش بگذاره و خودش رو مطرح کنه باز من رجوع میکنم به فرمایشات حضرت امام خمینی جبان. رضوان الله تعالی علیه، که دقیقا به همین موضوع اشاره میکند امام میفرماید اگر امت اسلامی همه در کنار هم قرار بگیرند و مسلمان ها دست در دست هم قرار بدهند هر کدامشان یه سطل آب بردارن و به سمت اسرائیل روان کنند اسرائیل رو سیل میبرد و, و این امام. کاملا مطرح هست از حضرت امام و مبین این است که ما ملت های مسلمان باید قدر همگرایی خود رو بدانیم ما و شما بهترین کار برای حمایت از آرمان فلسطین در این است که اولا در کنار هم قرار بگیریم نماد در کنار هم قرار گرفتن ما همین است که این روز رو به عنوان روز جهانی قدس همه ما به شکل آبرومند تجلیل کنیم تا از آدرس امت اسلامی یک صدای واحد به گوش جهان برسد نکته دوم در کنار وحدت و همبستگی امت اسلامی که نمادش میتواند همین حضور در تجمع روز جهانی قدس باشد باید به این مهم توجه کنیم که ملت به دولت های خود فشار بیاورند تا آرمان فلسطین به عنوان آرمان اولویت یک جهان اسلام مطرح باشد و جزو مطالبات دولت های اسلامی در عرصه جهانی مطرح باشد این میتواند نجات بخش برای امت مسلمان و برای ملت فلسطین باشد نکته سوم این است که امت اسلامی باید از قیام ملت فلسطین حمایت کند و این حمایت ناش... حاصل نمی شود مگر اینکه که ملت های مسلمان اختلافات درونی خود رو کنار بگذارند و قدس بشود محور وحدت امت اسلامی و نکته بعدی این هست که ملت های مسلمان با توجه و پرداخت به آرمان فلسطین باید فرصت رو از گروه های افراتی در جهان اسلام بگیرن چرا چون در جهان اسلام دشمن اصلی اسرائیل و حامیان او هست و آرمان اصلی هم فلسطین و آرمان ملت فلسطین باید باشد فلزا هر کسی دیگری که وارد عرصه شد و آدرس اشتباهی رو به امت اسلامی آدرس داد و آمد جای دشمن رو عوض کرد جای وحدت رو تفرقه و نفاق گذاشت بلا شک دست پرورده ی همون رژیم اسرائیل و حامیان اونها هستند و باید امت اسلامی اونها رو ترد کند و و آرمان فلسطین رو به عنوان محور اصلی خودش همیشه قرار بدهد بله و در ادامه صحبت‌هایتون و در این بخش به نکته جالب اشاره کردین و مشکلاتی که حالا و تازگی در کشورهای اسلامی و در میان مسلمان ها با وجود بحث افراطیت و ظهور گروه, گروه های افراطی در کشورهای اسلامی است هرچند دیر اشاره خوب این هم بخش از برنامه هایی است که گروه هایی که میخند در کشورهای اسلامی تفریقه و جدایی بین مسلمانان خلق کنند بین امت مسلمه در کل خلق هست اما این گروه ها و این چالش جدید چقدر واقعا مانع میشه از حمایت مسلمانان و امت مسلمان از قضیه فلسطین دقیقاً خاص به نکته پایهی شما اشاره فرمودید به این معنا که ما آنچه که در حداقل سالهای اخیر می توانیم او رو تحلیل کنیم این است که تمام این تلاش ها در مسیری بود که آرمان فلسطین به انزوا رود به خاطر این بود که امت اسلامی فلسطین را فراموش کند بر همین اساس است که ما و شما بر این تحلیل معتقد هستیم که گروه های افراتی آنانی که در مسیر افراتگرایی در جهان اسلام دارن تلاش می کنند دست پرورده رژیم اسرائیل و حامیان اسرائیل هستند تا با این هدف وارد عرصه شدن تا امت اسلامی آرمان فلسطین رو فراموش کنه و امت اسلامی دشمنی اصلی با رژیم اسرائیل رو فراموش کنه است از این جهت هست که در سال اخیری که پشت سر گذاشتیم ما شما ملاحظه فرمودید که به جای این که حمایت از ملت فلسطین در اولویت امت اسلامی قرار بگیرد نزاهای فرقی نزاهای افرادگراین در جان اسلام دامن زده شد برادرکشی تقویت شد به جای این که دشمن به عنوان دشمن اصلی اسرائیل در ازهان امت اسلامی جای خود را بگیرد تبدیل شد به برادرهای ایمانی که با های مختلف در امت اسلامی حضور دارند که یک امر ذاتی و پذیرفته شده ای هست از این جهت هست که با اطمینان می شود گفت که تمام اقداماتی که در حوزه افرادگرایی در جهان اسلام در حال شکل گیری و شکل گرفته است در مسیر این هست تا امت اسلامی آرمان فلسطین رو فراموش کند تا امت اسلامی اولویت جهان خود جهان اسلام رو بر مبنای فلسطین فراموش کند و همچنین دشمن اصلی امت اسلامی اسرائیل در حاشیه امن قرار بگیرد از همین جهت هست که حضور در راهپیمایی روز جهانی قدس امسال برای امت اسلامی میتواند خیلی تعیین کننده باشد از این منظر که امت اسلامی با حضور تمام ایار خودش اثبات می کند که هنوز آرمان فلسطین زنده است و آرمان فلسطین به عنوان اولویت اول جهان اسلام مطرح است و دشمن اصلی جهان اسلام هم رژیم صهیونیستی اسرائیل هست و حامیان او که امت اسلامی اون رو فراموش نمی کند و می تواند انحرافی که گروه های افراتی ایجاد کردند رو این حضور مردم در صحنه انشالله در سال جاری اصلاح کند بله آقای جانشایی و مشخصا برداشت شما چه از حالا از چالش جدیدی که در کشورهای اسلامی از چند سال به این طرف وجود آمده بحث افرادگرایی و ظهور گروه های افراتی فکر میکنید واقعا این مسئله کسانی که در پشت پروژه هستند یا در پشت مسئله هستند میتونن بالای مسلمان ها فشار وارد کنن و مسلمان ها را از هم جدا و متفرق بسازن یا برای مسلمان ها بیشتر این مسئله باعث یعنی میشه که اینا با هم بیشتر باشن با هم کار کنن برای همدیگر کار کنن و برای نجات, هم، نجات و با همه همدیگر بخصوص بر محور مشکلی جهانی اسلام که بحث قضیه فلسطین است کار کنن بلا شک این گونه خواهد بود به این معنا که ممکن است که بخشی از گروه های افراطی در مقاطع زمانی در بتوانند به نوعی پیروزی هایی رو به دست بیاورند بتوانند به نوعی تأثیراتی رو در این حوزه بر امت اسلامی تحمیل کنند اما ساختار اسلام عزیز ما و شما و ساختار امت اسلامی به نحوی است که آنها در دراز مدت نمی تحقق بخش خواسته های غیر الهی خود بشوند از این جهت هست که الان امروز شما شاهدید امروزی که ما و شما در کنار هم هستیم نسبت به عملکرد گروه های افراطی در جهان اسلام روشنگری و به نوعی تف... افکار عمومی آگاه تر شده است باید. و بر همین اساس است که امت اسلامی تلاش می کند با حضور چشمگیر در روز جهانی قدس اثبات کند که آرمان فلسطین فراموش نشده است اثبات کند که دشمن, اسرائی... دشمن اسرائیل از دشمن اسرائیل است از این جهت هست که ما معتقدیم که هر آنچه که گروه های افراطی انجام دادند و میدهند در مواقع کوتاه مدت ممکن اثرگزار باشد که اثرگزار هم بود اما در دراز مدت ملت های مسلمان به آرمان فلسطین پایبند هستند فلسطین به عنوان اولویت اول جهان اسلام در امت اسلامی مطرح است و فلسطین می تواند عامل وحدت امت اسلامی بشود و در مقابل دشمنی به نام اسرائیل ایفای نقش کنند و انشالله موجبات از محلال این دشمن رو فراهم کنند بله حالا اشاره که خوب به هر روی به کشورهای اسلامی و امت مسلمه چه بخواهند نخواهند کسانی هستند که برای جدایی و تفرقه در بین اینها کار میکن و برای ایجاد رب و وحشت بحث افراد در کشورهای اسلامی و در بین مسلمان ها کار میکن اما در شرایط کنونی واقعا برخی از کشورهای اسلامی البته اگر کل جهان اسلام را نگیم با مشکلات تازه و خیلی مهمی روبرو هستن فکر میکنیم چی چیزی میتونه امت مسلمه را و کشورهای اسلامی و مسلمان ها را دوری هم جمع کنه تا از این چالش ها بیرون و یک جا کار خب در حوزه تئوری آنچه بیان می شود،, می شود کرد و گفت این است که ما مسلمان ها باید به اصل اسلام برگردیم همه ما باید چنگ بزنیم به ریسمان الهی که اسلام عزیز هست و قرآن به عنوان کتاب و معجزه خداوند متعال و در این مسیر همه باید دست در دست هم قرار بدهیم و به عنوان مسلمان ها به اسلام ناب رجوع کنیم اسلامی که نه توسط دنیای استعمار ترویج می شود و نه توسط افرادگرایان ترویج می شود بلکه اسلام نابی که باز به گفته حضرت امام اسلام ناب اسلامی است که در او دوستی، محبت، برادری، اخوت حاکم است و در او اصلاح نفس و حاکمیت منافع امت اسلامی حاکم است باید رجوع کنیم و او هم نمی شود جز اینکه قرآن رو در بطن زندگی های خود وارد کنیم قرآن به عنوان کتاب و معجزه الهی می تواند حبل المتینی باشد برای این که امت اسلامی در کنار هم قرار بگیرند در حوزه عملی بهترین سوژه که میتواند امت اسلامی را در کنار هم قرار بدهد آرمان فلسطین هست فلسطین به عنوان قبله دو قبله اول مسلمین می میتواند نمادی باشد بر اینکه تمام ملت های مسلمان را با تنوع های مختلفی که در آنها وجود دارد دور هم جمع کند و در کنار هم قرار دهد چرا چون که آرمان فلسطین هم آرمان الهی است هم آرمان دینی است هم آرمان سیاسی است و این میتواند باعث وحدت و انسجام بین امت اسلامی شود. نکته سوم این است که امت اسلامی باید توجه به این عصر رو همیشه سرلوحه خودش داشته باشد که دشمن اصلی اسرائیل و حامیان او هستند. فلزا هر کسی دیگری که آدرس غلطی بر دشمنی امت اسلامی داد نباید به او توجه کند چرا چون که تمام بدبختی های امت اسلامی به تعبیر حضرت امام رضوان الله تعالی علی برمیگردد به قده سرطانی اسرائیل و حامیان اسرائیل از این جهت هست که امت اسلامی باید این دو اصل رو مد نظر قرار بدهد و بر اساس همین دو اصل در کنار هم جمع شود با همه تنوعهایی هم که دارد که امری طبیعی و لازم و ضروری هست بله و در حوزه عمل که چیزی که مسلمان داشته باشند به با عنوان احرام فشار استفاده کنند در برابر رژیم اسرائیل و دفاع از حقوق مظلوم مردم فلسطین چی چیزی دارن و در حقیقت خود روز قدس یا اشتراک در راهپیمایی روز قدس چقدر میتونه به یک اهرم فشار باشه برای مسلمان ها در برابر رژیم اسرائیل خب نگاه کنید ما در بحث امت اسلامی یک بخش مواجه با ملت ها و مردم ها هستیم یک بخش مواجه با دولت ها هستیم بله. حضور ملت در راهپیمایی روز جهانی قدس می تواند مطالبات ملت ها رو از دولت هاشون افزایش دهد مبنی بر اینکه که ملت های مسلمان خواهان توجه به آرمان فلسطین هستند بله. این می تواند بهترین خواسته و مطالبه امت اسلامی باشد تا از دولت های خودشون بخواهند که آرمان فلسطین رو باید در صدر آرمان های خودشون قرار بدن وقتی این مطالبه از ملت ها و امت اسلامی از دولت ها خواسته شد دولت های اسلامی می توانند در کنار هم دیگر برای نجات فلسطین با هم دیگر بنشینند و مساعی کنند و از ظرفیت حاکمیتی خود استفاده کنند برای فشار به دولت های حامی رژیم اسلامی خوشبختانه امت اسلامی توان بالقوه و بالفعل بسیار بزرگی دارند ما در جمعیت بیش از یک میلیارد و اندی مسلمان هستیم در منابع مادی و در منابع اقتصادی از قدرت‌های تاثیرگذار در جهان بشریت هستیم شما من عرض کردم که رژیم اسرائیل محصور در بین کشورهای اسلامی است اگر فقط و فقط و فقط به تعبیر حضرت امام که حالا اون سطل آب رو بیان میکنه همین ملت همین دولت‌های اسلامی اراده کنند که مرزهای خودشون رو با اسرائیل ببندند این اسرائیل از کجا تنفس خواهد کرد فلذا توان امت اسلامی و دولت‌های اسلامی توان بسیار بلندی است و بزرگی است که میتواند تاثیرگذار باشد برای اینکه از مظلومیت ملت فلسطین دفاع جانانه صورت بگیرد بله خیلی سپاس آقای بیشتر در وقتی که بحث از چالش ها و مشکلات جهان اسلام میشه یا بحث از مشکلاتی که در حال حاضر و در مسلمانان دارن میشه بیشتر همواره به یک مسئله اشاره میشه که خوب کسانی هستن یا گروه ها و کشورهایی هستند که کار میکنن برای اینکه به مسلمانان مشکلات خلق کنند تفرقه بندازن بین مسلمانان و کارهای دیگر اما سوالی است که واقعا تکلیف و مسئولیت خود مسلمان ها و خود کشورهای اسلامی و امت مسلمه در کل برای نجات از مشکلاتشان چی است و خود اینا باید چه کاری بکنن که از این همه مسایب نجات پیدا کنن من در سوال قبلی توضیح دادم ما, م... ما مسلمان ها مسئولیم که به اسلام ناب رجوع کنیم در فهم اسلام به ارزش های اصیل اسلامی رجوع کنیم و از همه مهمتر اسلام رو از سرمنشه اصلی او قرآن مجید برداشت کنیم برد. یه نکته یعنی بیداری امت اسلامی که ما احساس کنیم که خداوند ما را آفریده است تا بتوانیم با ارزش های اسلامی جامعه رو به سمت فلاح و رستگاری هدایت کنیم برد. این یه نکته است نکته اصلی تری که در همین مسئله وجود دارد ارز کردم رجوع محور قرار دادن قرآن به عنوان کتاب آسمانی ماست ما آنچه را که میتوانیم از قرآن به شکل مستقیم برداشت کنیم چه ضرورتی دارد که از دیگران بشنویم اون رو چرا قرآن محکماتی دارد که این محکمات در حوزه دشمن شناسی در حوزه وحدت و برادری در حوزه کمک به هم دیگر در حوزه حمایت از مظلومین برای ما و شما آیات مستحکم و آیات روشنی دارد که این آیات می تواند هدایت بخش باشد برای امت اسلامی نکته سوم این است که ما باید به عنوان مسلمان در مسیر اصلاح فردی خود گام برداریم اصلاح فردی مفهومش این است که منافع امت اسلامی را ارجه بداریم نسبت به منافع فردی حزبی گروهی و حتی ملی خاص خودمان منافع امت اسلامی را به عنوان منافع و آرمان مسلمین قرار بدهیم اینها می تواند در حوزه عملی به مسلمان ها این اختیار رو و این قدرت رو بدهد که در مسیر وحدت و برادری حرکت بکنند اما آنچه هم که میتواند تعیین کننده باشد این است که ما مسلمان ها باید بپذیریم که وحدت میتواند ما را به سعادت برساند این وحدت حلقه گمشده است که باید سری به او چنگ بزنیم و اتسمو به حبل الله جمیعا مفهومش همین است که همه ما باید چنگ به ریسمان الهی بزنیم و توجه کنیم که هر ندایی که از گلویی که بیرون می آید که اون ندا موجبات تفرقه و اختلاف رو در امت اسلامی دارد ایجاد می کند شک نکنیم که اون, هل... اون حلقوم حلقوم شیطان است به تعبیر حضرت امام خامنه ای که در صحبت اخیرشون در مجمع تقریب مذاهب بیان کردن همین بود که هر حلقو از صدایی که از حلقومی بیرون بیاید و اون حلقوم اون صدا امت اسلامی را به تفرقه و پراکندگی دعوت کند شک نکنید که حلقوم شیطان است و هر صدایی که از حلقومی بیرون بیاید که ملتهای مسلمان را به وحدت و برادری به دوستی و محبت به کنار هم زندگی کردن دعوت بکند شک نکنید که اون هنجره هنجره الهی است و از خداوند متعال نشأت میگیرد از این جهت ما باید بپذیریم که باید در کنار هم باشیم باید به قرآن عمل کنیم باید اسلام رو خوب بشناسیم اسلامی رو که دیگران در قالب های افراد و تفرید به ما تلقین میکنن اسلام ناب نیست اسلام ناب اسلامی است که وحدت و برادری را ترویج می کند و عزت و سربلندی را به ما و شما هدایت می هدیه می دهد. از این جهت اینها را ما باید به عنوان مسلمان به او دست بزنیم و در اون مسیر از او استفاده کنیم انشاءالله بله و این که از دید شما در نظر شکلی چگونه باید روز قدس برگزار شود تبلیغ شما مسلمانان وقتی که من در راهپیمایی روز جهانی قدس اشتراک میکنند چی کاری کنند و چی چیزی را به نمایش باید بگذارند آن چه مهم هست حضرت امام دیدگاهش این بوده است که در این روز به شکل نمادین مسلمان ها بیایند و از آرمان فلسطین حمایت کنند این مهم است یعنی در وحله اول نفس حضور مهم است تا جهانیان ببینند که امت اسلامی با حضور خودش مدافع آرمان فلسطین هست حالا این متناسب با شرایط هر کشور تعریف میشه ما میبینید در سی و چند سالی که امام این فرمان را داده است در جمهوری اسلامی ایران ملت قیور ایران به خیابان ها می ریزن و با شعار دادن و حمایت از آرمان فلسطین فریاد می زنن و از این آرمان دفاع می کنن. خب وقتی مبارزین فلسطین این حضور مردم رو میبینند دلگرم میشوند که تنها نیستند در غربت نیستند این حد اقل هاست حالا ما میتوانیم برای دفاع از همین آرمان فلسطین همینطوری که امام گفت وجوهات شرعیمون رو کمک کنیم به ملت مظلوم فلسطین زبانن قلمن هر کس به وسع خودش از آرمان فلسطین دفاع کند و نگذارد که آرمان فلسطین به هاشیه برود و منزوی شود این رسالتی است که همه می توانند در به بهانه روز جهانی قدس آنها را انجام بدهند بله و هرچند شاید در صحبت هایتون در جریان برنامه اشاره کرده باشین به با این سوال را که ما مطرح میکنم. اما باز هم اگر در پایان برای حسن اختتام بگویند که واقعا پیام کلی روز قدس و اشتراک مسلمانان در روز جهانی قدس چی و کسایی که در برابر این روز توتیه میکن به نوع مسائل دیگر رو میان به این روز پیان میتن که بیشتر مسلمان ها با اون نگاه دینیش مینگرن به این مسئله چی کاری کرده میتونن برای ممانعت از مسلمان ها در اشتراک نکردن در این روز؟ خب پیام روز قدس وحدت امت اسلامی است پیام روز قدس اولویت فلسطین برای جهان اسلام است پیام روز قدس این است که امت اسلامی دشمن واحدی دارد بنیم به, به نام رژیم صهیونیستی اسرائیل که باید امت اسلامی اون دشمن رو هیچ زمان نی فراموش نکند این پیام ها می تواند پیام های پایه‌ای و اساسی باشد و در کنار او باید این رو توجه کنیم که حضور در روز جهانی قدس این پیام رو به مبارزین فلسطین القا می کند که مبارزین فلسطین شما تنها نیستید امت اسلامی مدافع شماست این می تواند خیلی تعیین کننده باشد و در مقابل آنانی که تلاش می کنند تا این روز کمرنگ برگزار شود تا این روز با حاشیه در جوامع اسلامی دنبال شود شک نکنید که کسانی هستند که خواسته یا ناخواسته در مسیر اهداف دشمن اصلی ملت فلسطین قرار گرفتن و تلاششون معطوف به این هست که تفرقه در بین امت اسلامی ترویج شود و امت اسلامی با بهانه فلسطین قدرت خود رو در قالب وحدت به نمایش نگذارد چرا که وقتی ملتهای مسلمان در چنین حضور چشمگیری خود مشاهده کنند که تنها نیستند و می توانند در یک موضوع واحد همه در کنار هم قرار بگیرند خود می تواند بازدارنده باشد برای سیاست های توسعه طلبانه و سلطگرانه قدرت های استعماری در جهان اسلام و احیای عزت و سربلندی مسلمین و حکومت های اسلامی انشاءالله سپاسگزار شما قایم تشکر می‌کنیم از شما برنامه ممنون شما هستم تشکر و در پایان هم با سپاس از حضور و وقت مهمان برنامه آقای ناصر جهانشاهی رایزن فرنگی سفارت جمهوری اسلامی ایران در کابل از شما بینندگان عزیز هم سپاسگزار هستیم تا برنامه بعدی در همین فرصت خدا نگه.